هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی یا و سلام و احترام خدمت یکایک که بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها از تلویزیون جهانی پارس در خدمت شما هستم. ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه 12 ماه مارس یا مارس و 22 اسفند ماه، جلسه هفتمی است که پیرامون زندگانی علی ابن ابی طالب و تحلیل وقایع دوران خلافت او به بحث می‌کشیم. امیدواریم بحثایی که در گذشته مطرح شد و اون نگاه تحلیلی مورد نظر عزیزان قرار گرفته باشه و نکات تازه‌ای حداقل برای بینندگان ارائه کرده باشیم. در نوبت پیشین به آنجا رسیدیم که اشاره کردیم افکاری که در درون یک بسته یا ایدئولوژی یا دین عرضه میشن و از نظر محتوایی همانند مفاهیمی مثل امپریالیسم هستند، یعنی جایی که یک اندیشه خود رو مجاز به تعرض به کشورهای دیگر میبینه، به دست آوردن منابع انسانی، منابع مالی و هر آنچه که از منظر او حق هست و این حقی است که اون دین یا ایدئولوژی در اختیار اون نیروها یا معتقدان قرار داده که بتونن به ممالک دیگر دست اندازی بکنن. و متاسفانه در پرتو الفاظ و عناوین سبب گمراهی ما میشه، یعنی جایی که جنگ مقدس میشه به عنوان جهاد و افراد به عنوان مجاهد یا قاضیان مورد توجه قرار میگیرن، مورد ستایش قرار میگیرن، و از طرفی هم سعی میشه مفاهیمی که بسیار مذمومن اگر یک انسانی بیرون از ایدئولوژی بیسته و به اون نگاه بکنه، اما اون رو به نوعی در درون یک جامعه جزء سنن و فرهنگ ها قرار بدن و مردم هم چه بسا در درون اون تبلیغات باور کنن که بله اونها صاحب حق بودن که مملکتی رو تصرف بکنن، زنان رو به کنیزی و بردگی ببرن، مردان رو به عنوان اسیر یا بکشن یا فدیه بگیرن و بر مردم و مملکتی جزیه مقرر بکن. من قبل از اینکه وارد بحث بشم نگاهی به یک متنی خواهم انداخت که یکی از بزرگترین پدران کلیسا یعنی قدیس یا سنت اگوستین در کتاب شهر خدا سعی کرده اون رو تقریر بکنه. خب ما میدانیم اون نزدیک به 200 سال قبل از محمد بوده و یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان و متعلهان مسیحی است. کتاب شهر خدای او هم پاسخی است به رومیانی که به نوعی به مسیحیت انتقاد دارند و معتقد هستند که سبب سقوط امپراتوری روم اندیشه های مسیحی بوده. بنابراین سنت اگوستین قصد داره تبیین کنه فضای امپراتوری روم رو و نشان بده آن چیزی که شما بهش افتخار میکنید چه چیزی است. اما نکته در اینجاست که اگر ما به همین معیارها نگاه بکنیم میبینیم تفاوتی نمیکنه بین انبیا و پادشاهان در کشورگشایی، در ریختن خون مردم، در گرفتن اموال مردم. سنت اگوستین اینجا به پادشاهان کنایه میزنه، ولی ما میدونیم که بعدها همین مسیحیت چه اندازه جنایت کرد و تا چه اندازه همین کشیشان و پاپ ها اون رو موجه کردن، بردهداری رو موجه کردن. از جمله خود سنت اگوستین بردهداری رو گناه اول میدونه، یعنی کسانی که طبق گناه اولیه باید در بردگی و کنیزی زندگی بکنن. خب این بخش رو میخونیم چون نکات جالبی داره و میتونه به ما کمک بکنه و بعد تطبیقش میدیم با اسلام و آن چیزی که به تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب مربوطه و اون بحث فتوحات هست، علل خصوص به سرزمین ما ایران
و اینکه چه بر سر ما آوردن. هدف این است که معیاری رو به دست بدیم که جدای از اون تبلیغات دینی بتوانیم این رفتارها رو زیر نظر بگیریم و ببینیم چه تفاوتی میکنه بین قتلی که ایمان سلیمانی انجام بده با قتلی که یک آخوند انجام بده. هر دو قتل، اما ممکنه هر کدوم خود رو محق بدونن برای این قتل. کسانی که در درون ایدئولوژی ها زندگی میکنن اونها رو موجه میدونن. میلیون ها نفر توسط کمونیست ها در کشورهای آسیایی و روسیه کشته شدن، در جاهای دیگر آمریکای لاتین کشته شدن. از نظر اون ایدئولوژی یا اون بسته فکری مارکسیستی لنینیستی یه امر خوبی بوده، برای دیکتاتوری پرولتاریا نیاز بود. اما اگر خون از دماغ یک نفر در امریکا بیاید، میگویند بفهم این عاقبت سرمایه‌داری است. اون طرف هم داستان همینه. اون طرف هم برای رسیدن به یک جامعه آزاد و باز، حالا کمتر اما ممکنه برخی جنایت ها توجیه بشه، و از آن طرف هم اگر یک سیلی بر گونه شخصی در جای دیگری زده بشه، از اون به عنوان یک جنایت علیه بشریت نام. به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم. اگر عده‌ای زنان و کودکان اسرائیلی رو بگیرن ببرن تجاوز بکنن، میگن اینها همه عمله های صهیونیسم است، حقشون. اما اگر یک فلسطینی کشته بشه در این سمت، فریاد وا مصیبت ها وا اسلاما بلند میشه. مقصودم اینه که اگر در درون اون ایدئولوژی قرار بگیری، قوه داوری شما معیوب میشه. اگر جزئی از اون جمع فکری باشید، هزاران جنایت رو توجیه میکنه. ما چون این انسانهایی هستیم، اگر به جایی برسیم که بدانیم جنایت جنایته و مذمومه و امروز نمیشه ازش دفاع کرد، فرقی نمیکنه پادشاهان ایران باستان باشن یا روحانیون باشن، فرقی نمیکنه، جنایت جنایت. اگر مربوط به زمان گذشته بوده، دیگه نباید از اون اشخاص تقدیر کرد امروز، باید گذاشت در همون زمان بمانند. همان گونه که همین نقد رو ما بر مسلمانان داریم، وقتی از پیامبر اسلام یا علی ابن ابی طالب یا عمر ابن خطاب برای ما الگو می سازن، طبیعی است ما اسناد زندگی اونها رو بیاوریم نشان بدیم که این اشخاصی که شما میگید از سبک زندگی اونها پیروی بکنیم، خب دارای چنین کارنامه ای هستن. میگن نه، مربوط به زمان خودش بوده، بردهداری مال اون زمان بوده، تعدد زوجات مال اون زمان بوده، کودک همسری ها مال اون زمان بوده، بریدن دست و پاها مال اون زمان بوده. این اشخاص محصول همان زمان هم. همان سبک فکری و زندگی رو دارن. چرا به ما توصیه میکنید که امروز همون سبک زندگی رو اختیار بکنیم؟ وقتی قدرت داوریمون رو از دست بدیم، یک عده جنایت های عمر رو مقبول نشون میدن، یک عده جنایت های علی رو موجه میکنن، یه عده دیگه جنایت های نادرشاه ها و دیگران رو موجه میکنن. مشکل اینه که در درون ایدئولوژی وقتی حل بشیم، داستان تمامه. هر کسی بنابر یک ایده ای آدم میکشه، مال دیگران رو میدزده. وقتی بدانیم اینا غیر انسانی است، داستان تمام. خب ببینیم آقای سنت اگوستین چه میگه. خب کتاب شهر خدای اوی کتاب جدلی است. در علم منطق ما یک واژه‌ای داریم، یک مفهومی داریم به نام جدل، یعنی شما از پیش‌فرض‌ها یا ادله یا مستندات مورد قبول شخص بر علیهش استفاده میکنید. یعنی میگید خب شما اینو قبول دارید؟ میگه بله. میگه خب شما هم که همین کارو کردید در اونجا، دین شما هم همین گونه است، شما هم همین اندازه جنایت کرد. به اون وقت طرف با اون مقدماتی که ابتدا بر روی اون ایستاد که دیگران رو محکوم کنه، خودش محکوم خواهد شد. این یک فن نیست در علم منطق. حالا اگر فرصت شد در آینده در مورد سخن خواهیم.
اما در اینجا یک توضیحاتی خواهیم داد. خب سنت آگوستین در کتاب چهارم قصد داره به رومیان بگه که اون امپراتوری که شما ازش سخن میگید، این همه بهش میبالید، ببینیم بر چه اساس شکل گرفته، بر چه پایه‌ای قرار داشته. فصل سوم عنوانش اینه، بعد میخوام تعمیمش بدیم به اسلام، یعنی اون مسلمانان عزیزی که افتخار میکنن که اسلام جهانگیر بود، نیمی از دنیا رو گرفت. میخوام ببینیم اون نیمی از دنیا رو این عزیزان چگونه گرفتن، ایران رو چگونه گرفتن. مقدمه بحث ماست. یکی از عالمان مسیحی داره اینگونه میگه. فصل سوم، آیا گسترش فراوان امپراتوری روم با سلسله از جنگ های بسیار وحشیانه باید از کارهای خوب خردمندان یا سعادتمندان به شما راید؟ من میخواهم نخست اندکی بررسی کنم که کدام عقل و دوراندیشی مقتضی است که انسان جلال را در بزرگی و گسترش یک امپراتوری جستجو کند. دقیقا این مشکل بزرگی است که ما هم داریم. یعنی ما فکر میکنیم هر چقدر امپراتوری بزرگ بوده، این امپراتوری حاصل یک کار انسانی بوده، در حالی که این گونه نیست. شما در جهان اسلام نگاه بکنید، چرا عمر محبوبه؟ به دلیل اینکه در زمان او اسلام گسترش پیدا کرد، رفت به سرزمین های دیگر. خب نحوی گسترش چگونه بوده؟ آیا با علم و منطق آمد؟ با رحمت و شفقت آمد؟ یا یه چیز دیگری بوده که حالا ما بررسی خواهیم کرد؟ روی سخن سنت آگوستین اینه، میگه بریم جستجو بکنیم که امپراتوری چطور بزرگ شدن، در حالی که نباید کسانی را که پیوسته در وحشت و بیرحمی فراوان کشتارهای نظامی و خون زندگی میکنند سعادتمند دانست. میگه شما میگید نه سعادتمندن، اما به مردم نگاه بکنید، همشون از ترس از اینکه اینهایی که به سرزمین ما حمله کردن، مال ما رو بگیرن، جان ما رو بگیرن، دارن زندگی میکنن. آیا این سعادته؟ تفاوت نمی کند که آن خونها در جنگ های داخلی ریخته شده باشد یا در جنگ های بیگانگان، زیرا باز هم خون انسان است. و فصل چهارم همون، در واقع کتاب چهارم، عنوانش اینه، پادشاهی فاقد عدالت مانند راهزنی است. یادتون هست من در گذشته یک مقاله خواندم، شاهان غارتگران و ثبات یافته، از آقای مانکرولسون. تقریبا همون مضمون رو هم سنت آگوستین داره بهش اشاره میکنه. پس اگر عدالت در کار نباشد، آیا پادشاهی یک راهزنی بزرگ نیست؟ زیرا خود راهزنی هم صرفا یک پادشاهی کوچک است. گروه راهزنان از انسانهایی تشکیل شده است که اقتدار یک شهریار بر آن حاکم است. میگه گروه های راهزن هم خودشون روی رئیسی دارن دیگه. پیمان آن اتحادیه اعضای گروه را به هم پیوند میدهد. یه قراردادی هم بینشون هست، حالا نانوشته. اموال مسروقه نیز طبق قانونی که بر آن توافق شده است تقسیم می شود. هرگاه با پیوستن افراد هرزه به آن گروه این شرارت به حدی گسترش یابد که اماکنی را بگیرند، پایگاهی تأسیس کنند، اختیار شهرهایی را به دست آورند و اقوامی را خاضع کنند، آن تشکیلات آشکارا پادشاهی نامیده می شود. یه پادشاهی هم همین بودن. اول یه گروه دور هم جمع شدن، بعد یواش یواش شهرها رو گرفتن، اماکن رو گرفتن، مردمی رو مطیع کردن، تبدیل شدن به یک پادشاهی. زیرا در آن هنگام واقعیت مقتضی است که عنوان راهزنی به پادشاهی تغییر یابد. میگه یواش یواش دیگه این حاکم خودش رو راهزن که نمیدونه، میگه من پادشاه، یک عنوان محبوبی هم برای خودش در نظر میگیره. نه به سبب زوال آزمندی، بلکه به سبب افزایش مسئولیت. یعنی دیگه کسی
این آقا رو جنایتکار دیگه نمیدونه، میگه پادشاه است، امامه، خلیفه است. دیدید دیگه، اگه کسی در خیابان کسی رو بکشه میگن قاتله، دستور بده مال کسی رو بگیرن میگن دزد راهزنه. ما اگر حاکم باشه، خلیفه باشه، امام باشه، میگن فرمان خلیفه است، قانونه. و در واقع یک دزد دریایی که دستگیر شده بود همین پاسخ آماده و درست را به اسکندر کبیر داد، زیرا هنگامی که آن پادشاه پرسید هدف وی از رفتارهای خصمانش در دریا چیست، او با سرفرازی گفت بین هدف تو از گرفتن سراسر جهان، با این تفاوت که من چون کارم را با کشتی محقری انجام میدهم دزد نامیده میشوم، ولی تو چون کارت را با ناوگان عظیمی انجام میدهی امپراتور نامیده میشوی. خب مقصود سنت اگوستین اینه که با این مثال که میگه وقتی اسکندر یک راهزن دریایی رو آورد، یک دزد دریایی رو، بهش گفت این چه کار بدیه داری انجام میدی؟ برای چی جلوی کشتی مردم رو میگیری؟ برای چی اموال مردم رو میگیری؟ خب من دارم کاری میکنم که تو انجام دادی، این تا من یک کشتی دارم اما توی ناوگان دریایی داری، من ابزارم محدوده اما تو امپراتوری، ابزارت خیلی زیاده، برای همین منو دوست میدونن تو رو امپراتور، اما ماهیت کارمون یک خراب کردن سرزمین های دیگر، بردن اموال دیگر، مردم، کشتن اونها. خب راست میگه، از نظر منطقی کاملا درسته. اما مشکل سنت آگوستین اینه که بعدها همین برای مسیحیت به کار میره، جایی که کشیشان بعد از او همین کار رو در حق انسانهای دیگر انجام دادن، جایی که اسلام همین راه رو 200 و اندی سال بعد سر گرفت. ما امروز اگر شما به یک مؤمن معتقد نگاه بکنی میگه نه، ما به سرزمین های دیگه حمله کردیم، اونها رو به نور حق آشنا بکنیم. نمیگن ما راهزنی کردیم. اما برگردید به زندگی پیامبر اسلام، شما وقتی کتاب مقاضی واقدی رو میخوانی، محمد ابن عمر واقدی، از همان ابتدا که آغاز میکنه، یعنی 6 ماه بعد از اینکه وارد مدینه شده، گروههایی رو اعزام میکنه برای گرفتن کاروانها، کاروانهای قریش که میرفتن در شام تجارت کنن، در راه رفت یا بازگشت جلوی اونها رو میگرفتن، اموال مردم رو میگرفتن. یه گروه کوچکی بودن، دیدید دیگه، 313 نفر در جنگ بدر. در برخی از این سریه ها اصلا تعدادشون خیلی کوچکتر هم بود. به مرور زمان وقتی قدرت گرفتن، مدینه رو متصرف شدن، یعنی اون سه قبیله بزرگ بنی نذیر و بنی قریظه و بنی مصطلق رو کنار گذاشتن، آمدن وارد فازهای مختلف گرفتن شهرها شدن، بنی قینقاع و اینها رو کنار زدن، وارد فاز تصرف مدینه. وقتی شبه جزیره رو هم تصرف کردن دیگه شدن یه امپراتوری. بعد دیگه به اونم قانع نشدن، بعد از مرگ پیامبر اسلام از زمان ابوبکر شروع کردن به سرحدات حمله کردن. یعنی اگر میخواید نگاه بکنید اسلام چگونه گسترش پیدا کرد، سوال بپرسید وقتی کتاب مقاضی واقدی رو باز میکنید، بیش از 70-80 غزوه و سریه براش منظور شده در فقط 10 سال. یعنی به شکل میانگین در زمان پیامبر اسلام شما سالی 7 جنگ دارید، حالا جنگ های کوچک و بزرگ، گاهی هم برخی هم منجر به جنگ نشد اما به قصد جنگ رفتن. بس در درون این ایدئولوژیست که جهاد مقدسه، ریختن خون مقدسه، گرفتن زنان و کودکان مردم تبعین میشه. ما همه به نام عدالت، همه به نام حقانیت، یعنی یک فضای بسته‌ای که
در اون هیچ اندیشه دیگری آزاد نیست، براش میتونید انسانها رو بکشید، اموال مردم رو بگیرید. پس آیین نبوی و شهریاری در گذشته مبتنی بر گرفتن سرزمین های دیگران بوده، اموال دیگران بوده، هر کی زورش رسیده از این مردم بیچاره گرفته، به نام حق، به نام خدا، به نام قبیله. کدوم امپراتوری گسترش پیدا کرد که در اون جنگ رخ نداد؟ یک نمونهشو به ما نشان بدید، یک نمونهشو به ما نشان بدید، یک سلسله رو بیاورید به ما بگید آقا ایشون 10 نفر پادشاه شدن، اصلا جنگی رخ نداد. این محتوایی است که در درون اندیشه ها وجود داره. خب در زمان ابوبکر بسیاری از کسانی که مسلمان شده بودند بعد از فوت پیامبر اسلام دیگه از اسلام برگشتن. ابوبکر دستور جهاد به اونها رو داد که دوباره به دامن اسلام در بیاد. لا اکراه فی دین معنا نداره، باید همگی به جنگ اونها بریم تا دوباره برگردن به اسلام. معروفه به جنگ های رده، یعنی با جنگ با اهل ارتداد. زنان مردم رو گرفتن آوردن. علی ابن ابی طالب هم 2 زن داره که معروفن که از همین جنگ ها گرفته شدن. یکی خوله که از بنو حنیفه بود که اون پسر شاخصش محمد حنفی از این هاست، یکی دیگه صحبا که علی از او هم صاحب فرزند میشه. اینا کسانی زنان بیچاره مردم بودن که توسط خالد ابن ولید و گروه های دیگه به اسارت گرفته شدن آمد. در زمان عمر خب فتوحات گسترش پیدا کرد، به ایران و مناطق دیگر رسید. در برنامه قبل نشان دادیم که علی ابن ابی طالب چگونه در مشاوره برای حمله به ایران در کنار ابوبکر و عمره. اما وقتی وارد ایران میشن، وارد مناطق دیگر میشن، خب غنایمی رو به دست میارن. این غنایم به قدری زیاده که حالا دیگه در زمان عمر تبدیل میشه به یک دیوان، یک دفتر، یک قرارداد که همین سنت اگوستین داره اشاره میکنه. یعنی یک پیمان نامه بین خودشون میبندن که غنایمو چطور تقسیم کنیم. در زمان پیغمبر اسلام 1/5 که مال ایشان بود که به نام خدا دریافت میکرد، یکیش رو به بعضی از این فقرا میداد، بخش دیگر رو که مال خودش بود میگرفت. صفایا هم که متعلق به ایشون بود، صفایا یعنی برگزیده ترین اشیا از غنایم که شامل اسبان، شتران، زنان، مثلا 10 تا زن رو به عنوان اسیر می آوردن، هر کدوم که زیباتر بود یا رسول الله خوشش می آمد می گرفت. این جزء حقوق پیامبر اسلام بود، به نام صفایا معروف. بعدها رسید به خلفا و گروه های دیگر که اونا هم حق داشتن برگزیده اشیاء غنیمت رو بگیر، بقیهش رو بین جهادگران تقسیم می کرد. اما از زمان فتوحات دیگه انقدر این اموال زیاد شد، یعنی اموال راهزنی، اموال دزدی، که دیوان ترتیب دادن، یعنی یه دفتر و دستکی ساختن، گفتن خب حالا ما بیایم و بر اساس اون تقسیم کنیم. خب یعقوبی چه گزارش میده در مورد دیوان عمر؟ در اینجا نکاتی داره که مهم. عمر دفترها را ترتیب داد و بخشش را در سال 20 مقرر داشت و گفت مالها فراوان شده است. پس به او پیشنهاد شد که دفتری ترتیب دهد. پس نخستین کس علی ابن ابی طالب را نوشت در 5000، یعنی 5000 درهم به علی ابن ابی طالب بدیم، و حسن ابن علی را در 3000 و حسین ابن علی را در 3000. شما حساب کنید سال 20 اگر دفتر تشکیل شده باشه، حسن متولد سال 3، حسین متولد سال 4، یعنی اینا 15 16 سالشون. و به قولی به عباس ابن عبدالمطلب آغاز کرد در 3000 و هر کی از انصار در بدر حاضر بود در 4000. در صفحه 40 یعقوبی رو آورده. ملازوری که کتاب فتوح البلدان او معروفه به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی جایی که دفتر و دیوان ترتیب میدن و افراد سهم دارن. در محرم سال 20
همون نقدی که دیدیم یعقوبی هم آورده. چون عمر آهنگ ساز کردن دیوان نمود، دفتر به نامهای بنی هاشم آغاز کرد. یعنی اون پیامبر اسلام که منشأ این تفکر مهاجم به سرزمین های دیگه هست، خانوادش دو اولویت هست. چون نوبت به انصار رسید گفتند از که آغاز کنیم؟ حالا میگه گفت از خاندان سعد ابن معاذ اشحلی. بعد میان پایین تر، فرزندان جنگجویان بدر را 2000 درهم داد، لکن وظیفه حسن و حسین را به سبب نزدیکی به رسول خدا مانند وظیفه پدرشان 5000 درهم مقرر کرد. یعنی گفت حسن و حسین به خاطر اینکه به رسول الله اون پادشاه اول ما نزدیکن، بنابراین برای این عزیزان ما بیایم 5000 درهم مثل پدرشون در نظر بگیریم. نقل دیگر رو طبری آورده که این رو هم بخونیم. برای عباس مقرری معین کرد و از او آغاز کرد، آنگاه برای جنگاوران بدر 5000 5000 مقرر کرد، برای مسلمانان پس از بدر تا حدیبیه 4000 4000. یعنی بسته به اون تناسبی که شما وارد ایدئولوژی شدی، وارد اسلام شدی، در واقع اون آیه قرآن دیگه از سابقون و از سابقون اولئک مقربون، یعنی بر اساس سبقت در اسلام مقرب میشید. 4 تن از غیر بدریان، یعنی حسن و حسین و ابوذر و سلمان را به بدریان پیوست. خب ابوذر غفاری که درستش غفاری است، ایشون یکی از راهزنان بزرگ بود در بنی غفار، در زمان جنگ بد نبود، بود در اون بادیه ها مشغول کارها بود. سلمان هم هنوز آزاد نشده بود در جنگ بدر. سلمان بعد از جنگ احد هست که او رو میخرن و آزاد میشه و در جنگ خندق حضور داره. اما نکته جالبتر اینه که حسن و حسین اصلا در جنگ بدر متولد نشده بودن، ولی به دلیل احترام به اون پیامبر اسلام یا اون پادشاه اول، حالا نام دیگری بهش نمیذاریم، اون سردسته گروه گویا نوه هاشن، به اندازه اون جهادگران جنگ بدر بود. و بعد ادامه میده، مقرری عباس که عموی محمدم بود 25000 و 12000 که مهم نیست. من عرضم فقط اینه که بدونیم این گروه حالا دیگه شروع میکنن دستبندی غنائم رو. در زمان عمر خب این غنائم میرسید، زمین هایی که به علی داد در وادی القرا، در ینبو، در عزینه، در جاهای دیگه که بخشی از اون سرمایه های علی بود، علی هم دختر خودش ام کلثوم رو به عمر داد، روابطشون نزدیک بود. البته خب اختلافاتی هم داشتن، کما اینکه بعد دو تا برادر هم با هم اختلاف دارن. اما اینکه شیعیان میخوان نشان بدن که علی ابن ابی طالب هیچ گونه دخل و تصرفی در فتوحات اسلامی به سرزمین ها نداشته، یا میخوان دامن او رو مبرا بکنن از اون جنایت هایی که در جنگ های زمان عمر رخ داده، کاملا بر خطا هستن. همین اموال مردم بود میرفت در مدینه، نه تنها به علی که به پسرانش هم داده میشد، اموال ما ایرانی ها، اموال غارت شده ما ایرانی. در زمان عثمان خب این اموال دیگه به اوج خودش رسید، دیگه عملا پادشاهی ساسانی در حال افول و از بین رفتن، کشور بی صاحب، و اینها به راحتی شروع میکردن حمله به مناطق مختلف و گرفتن غنایم سنگین. در نهج البلاغه خطبه‌ای وجود داره، این خطبه رو میخونیم، نگاه میکنیم که مکارم شیرازی چه میگه، بعد اسنادی هم هست، منابع تاریخی میاریم، خیلی نکات جالبی است. در خطبه 77 نهج البلاغه است. پاورقی این خطبه اینه: این سخن را بسیاری از مبرخان و راویان اخبار نقل کردند. یعنی یک خبر شاذ نیست، یک خبر نادر نیست. مکارم شیرازی
داره اشاره میکنه این خبر مورد وثوق و اجماع مورخانه. در شرح خطبه آقای ناصر مکارم شیرازی در اینطوری میگه، پیام کتاب پیام امیر المؤمنین شرح نهج البلاغه جلد سوم، سعید ابن عاص والی کوفه بود، او هدایایی تهیه کرده و به مدینه فرستاد و به حامل آنها حارث ابن حبیش سفارش کرد این پیام را به امام علیه السلام برساند که من، یعنی سعید ابن عاص، برای هیچ کس جز عثمان بیش از آنچه برای شما فرستاده ام نفرستادم. در واقع میخواست منتی بر امام بگذارد، چون میدونید والی کوفه کسی بود که به سرحدات ایران وقتی حمله میشد اموال میرفت در کوفه، والی کوفه اون رو میفرستاد مدینه. سعید ابن عاص میفرسته اموال رو به مدینه، میگه علی اموالی که برای تو فرستادم از همه بیشتره به غیر از عثمان، این نفر دوم مملکت اسلامی تو هستی از نظر من که از این غنایم دارم به تو میدم. امام در جواب سخن بالا را فرمود، اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است. اصل خطبه را میاریم، بنی امیه از میراث محمد، دقت بکنید به تک تک این کلمات، اموال مردم ایران رو گرفتن در کوفه فرستادن در مدینه. علی معترضه که چرا به من کم میدید از این اموال غارتی. اصل خطبه است، خطبه 77. بنی امیه از میراث محمد جز مقدار کمی در اختیار من نمیگذارند، به اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر. به خدا سوگند اگر زنده بمانم آنها را از صحنه حکومت اسلامی بیرون خواهم ریخت، همان گونه که قصاب اعضای درون شکم حیوان را که به روی زمین می افتد از خاک پاک می کند. میکنم در شرح خطبه اینجوری می کنم، تمام شکوفایی های اقتصادی کشور اسلام، منظورش همین غنیمت هاست، اینو شکوفایی اقتصادی می دونن، به برکت آیین پیامبر اکرم صورت گرفت. یعنی همون ایدئولوژی که ما اشاره کردیم، محتواش با امپریالیسم هیچ تفاوتی نمیکنه. اینا معتقدن امپریالیستا میرن مثلا هندوستان رو میگیرن برای اینکه مردم بیچاره اونجا رو به بردگی و کار اجباری بکشونن، طلا و جواهراتشون رو بگیرن، اموالشون رو مصادره کنن، منابع طبیعیشون رو بگیرن، چون اقتصادشون شکوفا بشه، هم بتونن مواد خام تهیه کنن برای خودشون، هم بتونن کالاها رو بفروشن به اون سرزمین ها. مکارم شیرازی، همین آیت اللهی که آیت الله العظماست در حوزه علمی قم، میگه تمام شکوفایی اقتصاد اسلامی به برکت آیین محمده. یعنی همین آیینی که قتل و غارت و تجاوز هست، اموال مردم ایران رو میگیریم میفرستیم. و حاصل خدمات آن حضرت بود، بنابراین همه آنها میراث محمد صلی الله محسوب میشود. یعنی مکارم داره میگه که وقتی علی اعتراض میکنه به این مسئله حق داره، چون همه این اموالی که گرفته میشه میراث محمده و باید به وصی او و به خانواده او، یعنی علی، برسه. بعد این عزیزان میگن علی که سهمی نمیبرد، اصلا علاقه ای نداشت به اون غنایم، این جنگ ها رو قاصبانه میدونست. کجا قاصبانه میدونست ایشون؟ همونقدری که سعید ابن عاص فرستادم تازه میگفت کمه، همش مال منه. بعد این جنگ ها رو قاصبانه میدونست. دیدی چه بر سر ما آوردن شریعتی ها، بازرگان ها، مطهری ها، خدمات متقابل اسلام و ایران، این خدماتشون بوده.
بعد ما هم فریب خوردیم، نمیخواندیم این کتاب ها رو، نخواندیم، نخوندیم. یه مکارم شیرازی جدیدن اینها رو نوشته، از طبقات ابن سعد هم برای شما میاریم اینا رو. و علی علیه السلام سهم عظیمی نه تنها به خاطر خیشاوندی بلکه به خاطر جانفشانی هایش در طریق اسلام در آنها داشت. یعنی میگه علی به دو سبب حق داشته که این اموال تماما به او برسه، و اگر گفته که بنی امیه سهم کمی به من میده، در واقع حرفش درسته. خب پیش از مکارم شیرازی، محمد ابن سعد معروف به کاتب واقدی این رو در کتاب طبقات خودش آورده. سر اینها رو بخونیم. یکی از کسان دیگری که مثل سعید ابن عاص اموالی میفرستاد برای مردم مدینه، عبدالله ابن عامر ابن کریزه، یک پسر جوان بسیار خونریز که والی بصره بود. در واقع در اون زمان دو پایگاه جهادگران اسلامی در منطقه های ایران داشتن، یکی در کوفه، دیگری در بصره. از طریق بصره به سیستان و جاهای دیگه حمله می‌کردن، از طریق کوفه به آذربایجان و مناطق شمالی. اینا اموالی که می‌گرفتن می‌فرستادن به مدینه. حالا دقت کنید، عبدالله ابن عامر ابن کریز هم مثل سعید ابن عاص می‌فرسته. این دو سند رو بخونید. و چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد. و چون آن را حضور علی آوردند، فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. میراث محمد غنایم، یکی دیگه داره می‌خوره، به من کم می‌دی. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید، آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم، نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن. و او 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکش ها و سله های ابن عامر سخن می گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او سالار جوان مردان قریش است. چرا؟ چون به آقا خیلی داده بود دیگه، حالا راضی شد. انصار هم در این باره سخن گفتند و اظهار داشتند این آزاد شدگان در فتح مکه چیزی جز دشمنی با ما نمی خواهند. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، ابن عامر را احضار کرد و به او گفت ای با عبدالرحمن، آبروی خود را حفظ کن و با انصار مدارا کن. یعنی به انصار هم چیزی بده که بر زبان ایشان سخنانی رفته است که میدانی. ابن عامر برای آنها هم پول و جامه فرستاد و آنان هم او را ستودند. عثمان به او گفت بر سر کار خیش بازگرد. او برگشت و مردم همواره میگفتند ابن عامر چه کرد و چه گفت. یعنی از فضائلش که این همه به اونها بخشید خوشحال بودن. اون از مال دزدی مردم ایران بود. ابن عامر هم میگفته است هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد، هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. یعنی اینا مال دزدی مردم رو کسب پاکیزه میدیدن. البته خب در ایدئولوژیشون به رسمیت شناخته دیگه، غنیمت. وقتی خود خدا در غنایم سهم داره، یعنی چیز پاکیزه ایه. زن مردم، کودک مردم، هر چیزی که از وقتی خود رسول الله ازش بهره میبره، خب چیز پاکیزه ایه دیگه. کسب و کار پاکیزه منظورش ایناست. تا اینکه زحمت بکشید، تجارت بکنید، کشاورزی بکنید، تحصیل علم بکنید، دامداری بکنید، نه، شمشیر دستتون بگیرید به سرزمین های دیگه حمله کنید، این کسب و کار پاکیزه است.
دقت فرمودید چطور در درون ایدئولوژی ها جنایت توجیه میشه، کار حسنه شناخته میشه. ابن عامر میگه وقتی کار یک کسب و کار پاکیزه است، طبیعیه که مردم هم از من تعریف کنند. حالا بیاید بیرون اون ایدئولوژی نگاه بکنید، آیا واقعا این کسب و کار پاکیزه است؟ و چون بصره برای او کوچک بود و یارای تحمل آن را نداشت، به عثمان نامه نوشت و اجازه جهاد خواست. گفت آقا خلیفه دیگه به من اجازه هم بده پیشروی بکنم، و عثمان اجازه داد. ابن عامر به ابن سمره نوشت پیشروی کن، و او پیشروی کرد و بست و اطراف آن را گشود و سپس به کابل و زابلستان رفت و آن دو منطقه و تمام نواحی آن را گشود و غنایم را برای ابن عامر فرستاد. ابن عامر همچنین نواحی مختلف خراسان را می گشود. همه مناطق ما بوده دوست، سیستان و خراسان و می گرفتن غنیمت ها رو می فرستادن. این آقا می رفت در مدینه بذل و بخشش می کرد، بعد می گفت این کسب و کار پاکیزه است. مولا علی هم در اون سهم داشت، فرزندان او هم می گرفتن. وقتی سنت اگوستین داره سخن از دستهی راهزن میکنه، بله، همان گونه که بسیاری از پادشاهی ها امپراتوری ها دسته های راهزنان اولیه بودن بزرگ شدن، انبیا هم همین گونه بودن، خلفا هم همین گونه بودن، ماهیتشون یکی بوده. اما اینا اونا رو مذموم میدونن، خودشون رو حق میدونن، و بالعکس اونا هم همینطور. این وسط فقط مردم بیچاره خام تعریف و تمجید های ایدئولوژی شدیم. در برنامه های اول عرض کردم علی انسانی است در درون ایدئولوژی. فکر نکنید او که یک انسان مسلمان دو آتشه هست نسبت به کسانی که غیر مسلمانن مثل ایرانیان مثلا رحمت و عطوفت داره، نه، نسبت به سرزمین ایران یک علقه و علاقه و احساس و میل داره، نه، همه جور رو به شور غنیمت نگاه میکنه. و بعدها در دوران خلافت او خواهیم دید چه اندازه نیرو فرستاد برای سرکوب مناطق، چه گروه هایی از ایرانیان رو قتل عام کرده. خب ادامه میده که دیگه محل بحث ما نیست. اما سعید ابن عاص که ما دیدیم مکارم این رو خواند، حالا اینجا هم در جلد پنجم محمد ابن سعد کاتب واقدی رو آورده. سعید ابن عاص به مدینه به حضور عثمان آمد و برای سران مهاجران و انصار جایزه ها و جامه هایی فرستاد و از جمله برای علی علیه السلام هم فرستاد. علی هر چند آنچه فرستاده بود پذیرفت، ولی گفت بنی امیه بر من در مورد میراث پیامبر با زور غلبه کردند و به خدا سوگند اگر باقی بمانم آنان را چنان از این کار جدا خواهم کرد که قصاب روده و شکمبه خاک‌آلوده را جدا می کنند. یعنی چی؟ یعنی نه تنها علی اونا رو می گرفت، مدعی بود که اینا کمم هست. خب این غنایم وقتی به علی و فرزندان او می رسید، اینا صاحب ثروت شدن. آقای رسول جعفریان که خودش از روحانیونه و آثار متعددی هم در زمینه تاریخ اسلام داره، در کتاب تاریخ خلفای خودش وقتی به زندگانی حسن داره نگاه میکنه، در اونجا در پاورقی اینا رو عملا و علنا در اون سطرهای درشت اعلام نمیکنن، سعی میکنن یه جاهایی هم حداقل پیدا بکنن که شاید یه چند نفری هم نبینن این مسائل رو. در مورد ثروت حسن میخواد صحبت کنه، چون بسیاری از افراد معتقد بودن که حسن داره ثروت عظیمی است، بخشایش از زمان پدر
در زمان عمر شروع شد و بخشهایی هم که در زمان معاویه پاداش می گرفتن. حالا نیاز نیست ما اونا رو بگیم. ما در صفحه 359 کتاب تاریخ خلفا در پاورقی شماره سوم، در اینکه امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود، دقیق بفرمایید، همون عمری که اینها بهش دشنام میدن، زمانی که دیوان رو ترتیب داد، سهم علی و فرزندانش یعنی حسن و حسین رو بیش از همه مردم در نظر گرفت. همون اموال غنیمت که اینا معتقدن اینا جنگ های غاصبانه بوده، در حالی که ما میبینیم جنگ غاصبانه نبوده، حکم قرآنی در اون هست، وعده های محمده که خداوند گنج های ایران و روم رو در اختیار شما قرار میده. و در نتیجه در اون فضا علی و فرزندانش صاحب ثروت میشن، صاحب دارایی میشن، تا زمانی که بعدا ما میبینیم خودشون مستقیما در این داستان ها دخالت دارن، در این داستان ها سهم میبرن. مکارم شیرازی در جلد هشتم کتاب پیام امیرالمومنین یه نکته بسیار مهمی میگه. اینا میگن برای اینکه اون شیعیان عزیزی که میگن خب اینها وارد ایران نشدن، با ایرانیان جنگ نکردن، هرچند ما نشان دادیم علی ابن ابی طالب در اتاق فرماندهی جنگ قرار داشت، مشاوره میداد، فرمانده تعیین میکرد، اما یه اماره و نشانه ای رو هم در زمان خلافت خودش به دست میده. در خطبه 232 داستانی رو ذکر میکنه سید رضی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، که یک اختلافی بین عبدالله ابن زمعت ابن اسود و علی رخ میده. عبدالله ابن زمعت آمد و گفت از این غنایم به منم بده. این در زمان علیه ها، همچنان گرفتن غنایم در زمان خلافت ایشون هم وجود داشت. ببینیم علی چه به او پاسخ میده. بیشک این مال نه حق من است و نه حق تو، غنیمتی است مربوط به مسلمانانی که با شمشیرهایشان به دست آمد. اگر تو در نبرد آنان شرکت کرده بودی سهمی همانند آنان داشتی، وگرنه دستچین آنها برای غیر دهان آنان نخواهد بود. پس با این اماره و نشانه میتونیم متوجه بشیم که علی ابن ابی طالب هم به شکل فرمانده جنگ در اون فتوحات در زمان ابوبکر و عمر و عثمان شرکت داشته، به همین دلیل از غنایم بهره برده و اساسا این غنایم حاصل تجارت نیست، حاصل شمشیره که علی ابن ابی طالب میگه. اینا رو عرض کردیم که حالا برگردیم در این انتهای برنامه امروز به سر اولین مسئله که عرض کردیم. اون چه که در درون این اندیشه میبینید فتوحات سرزمین هاییست که با شمشیر به دست میاد. فتوحاتی که با شمشیر به دست میاد در درون خودش کشتار انسان ها رو داره، به بردگی و کنیزی گرفتن انسان ها رو داره، به تخریب خانه ها و اماکن داره. و کسی نیست که بگه من دست به فتوحات زدم اما جنایت نکردم. ممکنه شهری با صلح تسلیم شده باشه، بله در تاریخ اسلام هم ما داریم، در تاریخ ایران هم داریم. ما بسیاری از ممالک جنگیدن، قلعه ها رو فتح کردن، زنان و کودکان مردم رو به بردگی گرفت، به اسارت گرفت. و نباید فکر کنیم که از دل این اندیشه رحمت و شفقت بیرون میاد یا ارزشهاش منطبق با ارزشهای امروزی است.
پس علی ابن ابی طالب و فرزندان او هم قبل از به قدرت رسیدن سهمی در بردن غنایمی داشتند که جهادگران اسلامی به مکه و مدینه می آوردن. در برنامه آینده به دوران پس از عثمان و شروع خلافت علی خواهیم رسید تا بتونیم در 21 ماه رمضان، حالا تا اون حول و حوش دیگه، داستان خلافت علی رو هم بررسی بکنیم، ببینیم چگونه در دوران خلافت او اصول سیاست و کشورداری او تفاوت چندانی نمیکنه با آن چیزی که امروز آخوندها دارن اجرا میکنن، حتی اینکه بسیار شرایط بدتر هم بوده. اینا مسائلی است که در آینده با اسناد و مدارک بیشتر در خدمت شما قرار خواهیم داد. امیدواریم یک بار بدون حب و بغض نگاه بکنیم و از الگوسازی های بیمورد پرهیز بکنیم. اینا انسان های مربوط به زمان خودشان بود. امروز ما نیاز داریم انسان های متناسب و مناسب ارزش های خودمون رو برجسته بکنیم و مانع از این بشیم که با تحریف تاریخ انسان های آنگونه رو برای ما الگو و اسوه نشان بده. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که باز در خدمت شما بزرگواران باشیم، موفق و پاینده باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف